امروز میخوام برنامه رو با یه خبر شروع کنم. چند وقت پیش 25 پروفسور، وکیل و قاضی برجسته از سراسر دنیا آقای محمد جواد لاریجانی، رئیس شورای عالی حقوق بشر ایران رو مورد خطاب قرار دادند و خواستار اذعان وی بر آزار و سرکوب بهایان ایران و اقدام برای بهبود وضعیت موجود شدند. این نامه سرگشاده که روزنامه تایمز بریتانیا اون رو منتشر کرده، توجه به وبسایت خانه اسناد بهائی ستیزی در ایران رو جلب میکنه. وبسایتی که به تازگی توسط جامعه جهانی بهائی راه اندازی شده و مدارک و شواهد آزار و سرکوب بهائیان در دهه‌های گذشته رو ارائه میده. این وبسایت که برای نخستین بار هزاران سند، گزارش دست اول و عکس رو فیلم و انتشار میده، در پاسخ به درخواست‌های مکرر روزنامه نگاران، پژوهشگران و فعالان حقوق بشر در ایران و سایر کشورها برای آگاهی از دامنه و عمق بهائی ستیزی راه اندازی شده. این نامه سرگشاده از آقای لاریجانی میخواد تا محتوای وبسایت جدید رو مطالعه کنه و اظهارات خود و سایر مقامات ایران مبنی بر انکار تبعیض علیه بهایان ایران رو بازنگری کنه. این نامه اشاره میکنه که مدارک و اسناد موجود در وبسایت جدید حکایتی خلاف اون اظهارات دارند. این نامه توسط وکلا و دانشگاهیانی از سراسر دنیا از جمله برزیل، کانادا، آلمان، هندوستان، افریقای جنوبی، بریتانیا و ایالات متحده امضا شده. من ایمان ملکوتی هستم و خوشحالم که با یک برنامه فصل مشترک دیگه باز با شما همراه شدم. در طول تاریخ همواره انسان برای دست یافتن به دانش و دستاوردهای جدید تلاش کرده. حس کنجکاوی و ذهن پرسشگر او عاملی بوده که اونو به سوی کشف اسرار طبیعت و اختراعات و اکتشافات جدید سوق داده. اگه خوب دقت کنید، عوامل زیادی باعث تحریک این حس کنجکاوی و همینطور برانگیختن انسان برای رسیدن به دانش جدید شده. یکی از این عوامل به نظر من وجود تفاوت‌ها و اختلافات موجود بین پدیده‌ها و عناصر سازنده این جهانه. مثلا به طور خاص در حوزه مطالعات انسانشناسی و علوم انسانی، به ویژه روانشناسی و جامعه شناسی، شناخت و درک تفاوت میان فرهنگ‌ها و جوامع مختلف به افراد کمک می‌کنه که با یافت راهکارهای جدید و مؤثر به حل مشکلات این جوامع بپردازند و پیشرفت سریع‌تر و بهتری رو برای افراد و اعضای این جامعه ها فراهم کنند. برعکس تصور خیلی از ما آدم ها، هدف از بین بردن این تفاوت ها و اختلافات ظاهری و موجود بین این افراد نیست، بلکه فراهم کردن محیط و بستر مناسبیه برای رشد و شکوفایی افراد با ویژگی ها و خصوصیات مختلف. البته این کار امر ساده ای نیست و مستلزم سالها تلاش و فرهنگسازی در یک جامعه است که البته باید از همون سنین پایین و کودکی شروع بشه و بچه ها بایستی در خانواده و در محیط اجتماع مورد آموزش قرار بگیرند تا یاد بگیرند به این تفاوتها با دید مثبت نگاه بکنند و از شناخت افراد با پیشینه و فرهنگهای متفاوت وحشت نداشته باشند. ایجاد این تغییر نیازمند یک فرهنگسازیه. چند پیش فرصتی دست داد تا در اکران فیلم مستندی که به تازگی ساخته شده با نام من دیگری حضور پیدا بکنم و با کارگردان و تهیه کنندگان این فیلم گفتگویی داشته باشم. ازتون دعوت میکنم در این بخش از برنامه بیننده این گفتگو باشید. دوستان عزیز، ممنونم که میهمان فصل مشترک شدید. آقای شیدان مجیدی، کارگردان فیلم، خانم شهرزاد میرفسلی و خانم فریبا کاشانی از تهیه کنندگان فیلم. سپاسگزارم. آقای شیدان مجیدی، شما چی شد که این ایده ساخت این فیلم به ذهنتون رسید؟ عنوان فیلم رو گذاشتید من دیگری. بله. من حدود یه سال پیش شهرزاد جون به من تلفن زدن. در میشیگان زندگی میکنن، من در نیویورک. ده. من کارم توی تئاتره و ازم خواهش کردن که برای 200 سالگی این جشن 200 سالگرد تولد حضرت بهاءالله، بله، یه شوی تئاتری برای 3 تا از دانشگاه‌هایی که توی شهرشون در آن آربر میشیگان هست یه برنامه جور کنم، ولی فقط 5 ماه وقت داشتیم و من دیدم اصلا نمیشه و عذرخواهی کردم، گفتم نمیتونم متاسفانه، ولی از تای دلم خیلی ناراحت بودم چون دوست عزیزم هستم و همچین جشنی و آدم نمیتونه بگه نه و همش توی قلبم و توی سرم بود.
یه روز که توی خیابون را میرفتم یک دفعه مثل نور روشن شد. فکرم اولین چیزی که به فکرم رسید گفته بودن سه تا دانشگاه و من فکر کردم به جایی که یه تئاتر براشون بذاریم بریم توی دانشگاه جوانا دانشجویای این دانشگاه ها رو که از نژادهای مختلف هستن و دعوتشون کنیم اگه بتونیم یه فیلم درست کنیم درباره زندگی این دانشجوهایی که از مملکت‌های مختلف از بک‌گراند‌های مختلف و ببینیم که مهمترین تعلیم حضرت بهاءالله که elimination of prejudice of all kinds حرکت تمیز تعصبات در حقیقت خیلی چیز مهمیه به خصوص برای این دور زمانی که هستیم بله. و بهشون زنگ زدم و گفتم همچین ایده ای اومده و فوراً شهرزاد جون ماشاءالله وقت تلف نمیکنه گفت انجام میدیم و از اونجا شروع شد 8 ماه پیش چقدر جالب شهرزاد خانم حالا شما به عنوان تهیه کننده فیلم خوبه که قدری از داستان تا اونجا که کل داستان لو نره برای بینندگان ما تعریف کنید چشم داستان 12 تا از بچه‌های دانشجوی بسیار بسیار مهربون، قشنگ، رنگارنگ از شهر ما از یک کاونتی به نام واشتنا کاونتی هست جوانایی که توش هستن بسیار شجاع هستن چون قصه‌ای که دارن به ما میگن قصه‌ای آسونی نیست بعضیاشون هیچ وقت حتی به فامیل خودشون قصه‌هاشون رو نگفته بودن و به ما گفتن البته خب شیدان جون هم اینقدر مهربون و خوبه که تونست این قصه‌ها رو در بیاره قصه‌ای واقعیه زندگی‌های واقعی سختی‌هایی که کشیدن از پسر جوانی که دانشجوی دندانپزشکی هست اتفاقاً تو کلینیک خودم هست که مسلمون هست و چطوری باید فرار میکرد و چطوری زندگیشون رو از سر شروع میکرد تا به یه دختری که مادر و پدرش رو از دست داده بود وقتی تو آفریقا بود و الان میخواد پزشکی بخونه و چجوری تمام زندگیش رو شروع کرد از یه آقایی که خانوم شد و الان خانوم هست و دانشجوی یه دانشگاهیه و ترجیح داشت که زنده باشه تا اینکه بخواد خودش از بین ببره بله به یه آقای جوونی که از چین میاد یا از تایوان میاد و چجوری توی شهرشون تو کشورشون تمام کالچرشون مثل فرهنگ ایرانی میخوان همه دکتر بشن جراح بشن دکتر جراحی فرق داره میدونین که مهندس بشن و این جوون دلش میخواست که بره توی آرتس و چجوری به هنر رو ادامه بده بله و واقعا وقتی تو این فیلم ببینین اصلا قلبتون واسش تپش پیدا میکنه که میبینین چقدر اون بالا با حالاها داره میره تو این قصه ای که الان داره چقدر جالب چند تا کاراکتر در کل این فیلم هستن که ما باشون آشنا میشیم 12 تا کاراکتر بله خانم کاشانی در راه تولید این فیلم با چه چالش ها و سختی های روبرو بودید والا این فیلم برای من هیچ چالش سختی نداشت فکر میکنم یکی از بهترین اتفاقاتی بود که طی این 14-15 ساله برای من اتفاق افتاد که در کنار این عزیزان باشم به عنوان دستیار تهیه و بتونم یک قطره اینا خودشون دریا هستن فقط یک قطره رو من بتونم جابجا کنم تمام کارا رو اینا انجام دادن و واقعا فکر میکنم فضل خدا بود که من بتونم وارد این قصه وارد این ماجرا بشم خیلی اتفاقی شد و واقعا لذت بردم در کنارشون چقدر خوب برای شما هیچ کدوم از این کاراکترها بود که قصهش خیلی برای شما برای شخص شما تاثیرگذار باشه 100% من اصلا فکر میکنم خدایی بود من خودم رو تو تمام قصه هاشون یه جوری میبینم خب ما که تو ایران بودیم کلاس پنجم ششم که تموم داشتیم می‌کردیم بعد فرار می‌کردیم چون باهایی بودیم و مثل خیلی از این بچه‌ها سختی‌ای که اونا کشیدن و ما هم کشیدیم جدایی‌های فامیلی رو بی پولی رو سخت‌کاری رو ولی مثل بچه‌هایی که تو فیلم هستن تونستیم خودمون رو یه مقداری در بیاریم از این سختی‌ها با دعا خوندن‌ها با همکاری‌های دوستا فامیل‌ها با زحمت کشیدن‌های شاید بیشتر از اونی که کسای دیگه توی کشورهای غربی می‌بینن و دیدن بله درست. تو تقریبا همه‌شون خودم رو دیدم
چقدر جالب. شما خاطره خاصی از این فیلم دارید که برامون بگید؟ من والا زیاد میگم تمام سختی ها و زحمات رو اینا تجربه کردن، ولی خب طی این چند باری که بودم، خب من فکر میکنم همش خاطره است، بودن با این بچه ها و وارد قصه هاشون شدن و درک کردن که خب آره دیگران هم هستن که درد دارن، تنها ما نیستیم و هر کس به نوعی، و همونقدر که بتونیم همدیگر رو بشناسیم، از مشکلات هم آشنا بشیم، این فکر میکنم خودش میتونه بهترین خاطره باشه که به هم مرتبط شدیم. قطعا دونستن قصه آدم ها میتونه قصه ما هم باشه اینجوری. خیلی خوبه حالا که در پایان این مسابقه هستیم، برای بینندگان ما بگید کجا میتونن این فیلم رو تماشا بکنن؟ سخت‌ترین سوالی که از من کردن که دوست داره جواب بده. شما ما همینجوری گفتم، ما 8 ماه پیش اصلا این تصمیم رو گرفتیم که این فیلم رو درست کنیم. بعد تو 5 ماه ما این فیلم برداری کردیم و ادیت کردیم و همین تازه یه ماه پیش در اومد در شهر اناربر. یک روز برفی بود که 1600 خورده ای آدم اومدن، اصلا فکرش هم نمی کردیم و از اون بله از اون یک دونه سکرینینگ این فیلم همش داریم و ایمیل و مسیج می گیریم، از مدرسه ها بیشتر، از دانشگاه ها دعوت میشیم که بریم، ولی ما فقط چند نفر هستیم و الان خیلی سخته، برای اینکه خب همه این چیزا هم خرج داره، هم پلنینگ لازم داره و الان چون در موقعیتی که تو این دنیا الان هستیم، این فیلم در قصه هایی که میگه اینقدر الان ربط به دنیا داره، همه میخوان این فیلمو. چقدر عالی. بله، متشکرم از همه تون. سپاسگزارم ازتون که تا پایان برنامه فصل مشترک با ما همراه بودید. شبکه‌های اجتماعی و کانال تلگرام ما رو فراموش نکنید. اگه انتقاد، پیشنهاد و یا نظری دارید، میتونید از طریق آدرس ایمیلی که در پایین صفحه میبینید مستقیماً با تهیه کنندگان برنامه فصل مشترک در ارتباط باشید. مثل همیشه فکر میکنیم پیدا کردن پاسخ هر پرسشی میتونه ما رو یک قدم برای رسیدن به یک فصل مشترک نزدیکتر کنه. تا یه برنامه دیگه، هوای همو داشته باشید.